نیلوفر پوربراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، از این سفر و فعالیت‌های وزیر خارجه برای حمایت از اوکراین برای ما بیشتر بگو. همطور که اشاره کردی، اولین سفر خودش رو استفان سژونه به اوکراین انجام داده برای نشون دادن اهمیت حمایت از این کشور در برنامه‌های خودش. معمولاً وزرای خارجه فرانسه وقتی که این پست رو تحویل می‌گیرن به آلمان سفر می‌کنن، ولی او یک روز بعد از انتخابش به اوکراین رفته. البته قرار هست که امروز هم در آلمان با وزیر خارجه در برلین با وزیر خارجه آلمان دیدار و گفتگو بکنه، ولی این دیدار و گفتگو هم هول و هوش محور اوکراین می‌گرده بیش از هر چیز. او گفته حمایت از اوکراین به نوعی تضمین میکنه پیروزی دموکراسی بر تمامیت خواهی رو اشاره کرده به اینکه جای اوکراین در بین اتحادیه اروپا است و او تمام تلاشش رو در این زمینه برای حمایت از اوکراین انجام میده. اشاره کرده به گفتگوهاش با ولادیمیر زلنسکی و همینطور در دیدار خودش با دیداری که یک ساعت حدوداً طول کشیده. توی این دیدار بیش از هر چیز بر خواسته های در واقع اوکراین تأکید کرده، موضوعاتی که احتمالاً در جلسه فوق‌العاده سران اروپا که قرار هست روز اول فوریه، یعنی حدوداً دو هفته دیگه برگزار بشه، بررسی میشه و موضوعات رو در واقع در اونجا انتقال میده. بحث دیگه‌ای که مطرح کرده بعد از دیدارش با وزیر خارجه اوکراین اینکه فرانسه و اوکراین وارد یک فاز جدید همکاری‌های استراتژیک میشن، به خصوص از این نظر که قرار هست فرانسه کمک بکنه به اوکراین برای اینکه تسلیحات مورد نظر خودش رو این کشور در خاک اوکراین تولید بکنه و این موضوع بتونه در واقع به یک همکاری‌های اروپایی تبدیل بشه. موضوع دیگه‌ای که فرانسه قول داده به اوکراین اینه که کمک بکنه، تمام تلاشش رو انجام بده برای اینکه کمک‌های مالی که اوکراین نیاز داره و در حال حاضر به دلیل مخالفت مجارستان در اتحادیه اروپا مسدود شده رو به این کشور برسونه. کمک‌های 50 میلیارد دلاری که در نهایت اتحادیه اروپا بعد از مخالفت مجارستان نتونسته به این کشور انتقال بده. میدونیم که همزمان در واقع قبل از استفان سژونه نخست وزیر بریتانیا هم به اوکراین رفته بود. در دیدارهایی که داشتن قراردادهای همکاری استراتژیک دیگه‌ای رو امضا کردن که اوکراین امیدواره مدل این همکاری‌ها رو امضا بکنه و به این همکاری‌ها بیش از هر زمان دیگه‌ای در آستانه دو سالگی حمله روسیه به این کشور نیاز داره. نیلوفر پوربراهیم همکارم از پاریس، خیلی ممنونم از توضیحات.